yalan. Yalan. Ne? Neras yalan. 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 Ne? Ne kadaya? Jagunkas hast. Jagunkas hast. Jagunkas hast. Boya taftiş kunam. Yalolaka. Cenobi yiğit. Каспой هر دوی ما نیز لحظه‌های مشکل دارد. حتی بسیار مشکل. روسی گپ رو گویم زنتون نوزن خانم حالو تنها با واسطه تجهیزات زنده است. با فکرم والدان اون کس در آلمانند. شما مرا میشنوید؟ در باره صدام با آنها خبر داده اید؟ جناب یگیت، اصلا چخل به شما گویم؟ شما رو امیدوار کرده نمیتوانم. در این حال همچون شخصی نزدیکی بیمار شما باید به یک قراری بیایید. کدام قرار؟ وصلک رو باید جدا کنیم. از وصلک خاموش کردن؟ یعنی از من کشتنی زنم رو طلب دارید؟ گوش کنید، حالتتون رو میفهمم. نه نمیفهمید. آخر با قراری دادتون همسرتون رو نمیکشید. خیر، از من چی میخواهید؟ اولین بار به این بیمارخانه آمدنم را خوب به یاد دارم. مثل دیروز بود. نازان ناگهان بیهوش شد. ما را شما پیشواز گرفته بودید. اما بعد فرزندان شدیم. حالا اما حالا حیات بسیار بی‌رحم است زیجان خانم.
اما از من وصلک مسلک کشیدن را نطلبید، زیرا همسرم اوچوگ نیست. میفهمم. فهمیدن نمیتوانید. یگید خدای ناس نموست هنیر نگو بین میکن. خوب سردارم، دکتر همین توصیه را نوشته بود برای بچه همون خوراک مخصوص. ناسا همین را گرفتنی بود. فهمیدم یگید، هنر با اون مشغول می شود. لطفاً از خط بیرون ایستید. کنی مرحمت. مگر شما همین خیل نمیخواستید؟ محترم مخبری پلیس و عدلیه رانو خانم، وقتی کار وظیفه دار در خانه زن و شوهر، حالا باشد عقیب‌تر لطفاً. مایلش سر کمیسر، اقلن در برای واقعه معلومات دهید؟ افسوس میخورم به این وظیفه دار نشدم. میگویند این جنایت رو جلال نام یک کارمند بی خطری صادر کرده است. شما بهترش رفته غیبت و بافته های مجله ها رو نویسید، ما اینجا با کارهای جدی مشغولیم. اما این کاری من است. این تنها یک خود پسندی است. چخیل دخترم. پدر در درون زنی رو کشتن و شما نیز از این با خبرید، پس چرا اینقدر بی پروایی نرفتار میکنید؟ دخترم کسبی من همین، با هر جسد دیدگی هم دلم به خود میشود، کارم را چخیل میکنم. کسبی من هم وابسته به همین کار هست، اما غیر از این من باز انسانم. زیگ مشال دخترم، حیات ما را به یک جنگلی بی کنار پرتافته است، قایده همین است. بعضی ها عقیب گردی کرده میمیرند، دیگر جنگیده زندگی را دوام میدین. پرزور شو، عقلت را به کار بر و حیات را ادامه ده. تکرار میکنم به گپی من گوشتی دختر جانم. ما حیوان های وحشی نیستیم که. اما در طبیعت قانون های جنگل به کار می آید. ما انسانیم، اینجا باشد جنگل نی آبادیست. سلام. مرحمت فرماید. ببخشید یک چیز رو پرسم. یعنی احتمالیتی نجود یابی ندارد، همین خیر؟ اکا گوش کنید، شاید حالا وقتش نباشد. با مفید نیکو همون رو هفته آینده در خانه کردن میخواهیم. با انگام گپ زدم، شما رو نیز ناراحت نمیکنیم انشاءالله. میدونید که مفید میخواد که توی در طرف زن گذارد. خوارکم از لانهش میپرد. این طور نگوید اکا جان. مفید در ترابزان مسئله خانه و کارش رو حل کرد؟ بله اکا جان، از سبب خانه دار شویم کاری من هم در اونجا میشود. این هفته هفته آخرین هم در اینجا. جلال بیر سیبین. عجیب واقعه. پیشترا پولیس هم، حتی کمیسار. نفقه خوری مایور. عجب و چرا. انا راپورت. عصبانیتی زیاد، بدجهلی، بنابراین خودداری کردن توانستن. واه 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 جلال کمیسار، عصبانیت زیاد ها؟ بله مبیو.
همین خوراک کودکانه دکتر فرموده رو گرفته به خانه ما رو برای کودکی یکیت یکیت حالا حالت روحیش خوب نیست حاضر با کودکو با این کار ها مشغول شده نمیتواند همکار شد هم پس دستگیری نمایم همخیل نه؟ خوب شده هست آیستو یک لحظه این رو هم گیر به تو تانیس روزی رخصت حال کرده بیا خوب؟ حلیم خانم این مکتوب شما تشکر زیاد نمی ارزد در داخلش هست؟ نمیبینیم اگر در درونش هست در بین حسی پو نگورز! ابلهی به ناموز! ایست در جایت به ناموز! کلی کلیدت کلید ماشینت کجاست؟ کلید در جایش در جایش تو چی کار میکنی؟ ای خدا زده چی کار میکنی؟ ایست یاری تاییی را دوت کند از بازی همین تاکسی التیموس التیموس مرد ماشینت را نمیگیرم تستر مهیلش فقط ضرر نرسونی کنید یکی باز حاضر حاضر فقط ضرر نرسونید به ناموز رو بینید تستر تستر چگه مسابقه دارن چی؟ زودتر رفتن نمیتوانید ایستو ترمز را زیر کن پرواز ماشین دستر زودتر سرا تیز دستر دستان را بردار بلا
زنهای بگونه رو تگی چشم بردی هن روسیایی بدبخت. اونها رو زهرالود کردن میخواستی به نامو و از آسان گرفتن میخواستی. اینش برای استخار جنایتکار باید جزایش را بیند. پلیس خیزت جاید دستانت را بردار و ماشین تکیه کن. مان دستانت را مان پای ها چلپنچیر مرکز در کوچه جوان هلمغلی زخم داری است. تمام رفیق کمیسر؟ بله یگیت گوندوز آلپا از خزمی تخویات نش اجالوب را دستگیر کردم. امر کنید رفیق کمیسر یاری تجلی را انتظارید. زفخارم را گیرم سلاحم را با من کمی اجازت بچه ها برای کارهای رسمی بدتر وامی خوریم. خب شما خواتیر نشوید در راز رفیق کمیسر. خب ما در کوچه چیوانی خیمی آقلو یاری تجلی را دعوت کردیم. عذر میخواهم خانم سر کمیسر یگیت ناعلاج بودم وقتی فهماندنی نیز نبود. امین آدمی در زمین خوابیده در نزد مکتب نشه جلابی میکرد. چی؟ نشه جلاب؟ چیل؟ سندیجت را برار برار. چی شده است؟ به این نگرید ککنار، چکیده، کناور هندی، خشیش یا چیگرک نیز مینامند. ما بیشتر به نام دیگری مشهور است بنگ. ای خدا جونه پسرتان چند سال است؟ 14. یاری تجلی می آید؟ در راز رفیق کمیسر. باری دیگر از این سنگش ها می خری؟ با من گوش کن مرا هرگاه در نزد در بازه مکتب وا می خوری احتیاط باش. خوب گابزان گابزان مواد ترکنده رو در کجا پنهان کردی؟ اگر نگوی از دستی من با آسانی خلاص میشوی. تو بر اینها رو نغز میدانم. مرد؟ چی شد؟ رفتیم؟ الو تیار است؟ میایم. اعتراف کن یلدوز سزیر را کار زده کشتنت را قایم شد گنی؟ نه من نکشتم. شاهدان هستن ابلا اون زن پیش از مردن نامی تو را گفته است. نمیدونم من گناهی ندارم. من وقتی که اونجا رفتم او که مرده بود. باز پیشتر پلیس بوده ای. پولیس درو میگوید مگر ابلا یا از کار با سبب رزیلیت پیش کردن؟ مرا رزیل میگفت اگه خودش رزیل است. حجت هایم رو ندیدی مگر ابلا؟ تو چه خیل پولیسی؟ چرا از کار رفتنم رو نمیدونی مگر ها؟ چرا از کار رفتنم رو نمیدونی میپرسم؟ نمیدونی؟ قایل شاه میگویم قایل میشم. این چیه؟ قایل شاه تیمور بیرون بیا.
لبای سردار. تیمور، تو چی در اکادمیه نخونده ای؟ البته خوندم سردار. نه، با فکرم نخونده ای. در درس بازپرسی خوب میرفتی چی؟ تو حالا هم با فکرم اساس و اصولهای بازپرسی رو ناموختی. رفیق سردار. حاضر او. نظام نامه رو گیر از خود کن. ما برای هدایت رای راست اینجاییم. زود. خوب شده است. سردار. جلال این چی حال است؟ چیزی نیست نجیب جان. بچه ها بعضی چیزها رو نادرست فهمیدند. اونها رو سرزنش نکن. خیر. چی کار میکنی تو اینجا؟ تو یک آدمی به تقدیری به تقدیری به تقدیر کو بگو بغم من به تقدیرم مادر کلانم میگفتند پسرم به طالعی گفتنی گب نیست لیکن معلوم میشود که هست بغم آدمی نزدیکترینم در نزدیک چشمانم نابود میشود بغم برادرم برک حلاق شده و کی میداند که کجاست میخم من اینجا آمدم برای حیاتی نام بله با یک جهان ارزها آمدم میخم میدرس اکم میدرس اکم شهید شد اولا باشد مادری فرزندم هم سفری حیاتم در نزدی دروازه مرگ خاموش نیست آخر میخم با من چیزی بگو من به تقدیر نباشم پس خوشبختی چیست آخر گفتم میتوانی از چی سبب باشد با یادم شعبه در ادنه بوده که یک جای کار میکردیم اومد یاداری شب یک جای نوادار بودیم خبر اومده بود کدام مست مغل کرده مردم را ناراحت میکرده است. تو رفتم مست را زقیبش دستگیر نمودی. او را به زمین خوابوند. دیدی که مست خسورت بوده است. من از کجا دارم؟ اصلا هیچ نمی نوشید. رفیقانش همون روز شوخی کرده با آب مینرالیش عرق اضافه کرده اند. او نیز پرواز کرده است. چی شد بعد؟ بایانگا یا خسارت باید اتا نگون تلخی پیدا نشد؟ تو چی ها میگویی؟ یک مو با من روبرو نشد. اما نه از او رو به زمین خواباندنم. بلکه از شرمداریش رحمتی آدمی خوب بود. آدمی با عزت بود. همون جوره های شوخی کرده اش رو خط زد. دیگر با آنها گب نزد. چه روزها بودند؟ من تمام گفته هایت را گوش کردم جلال جان. از تو تنها یک چیز را میپرسم. آدم حربی بودند را که میدانم و از سببه که تو را از پیش میشناسم تنها یک بار میپرسم. و این جنایت یگان علاقمندی داره یا نه؟ نه نجیب. همش گفتگی هم برین. دادزنی های همون زن را شنیده رفتم. اما علاقه غرق خون خوابیده بود. مالش جلال جان. تفتیش رو من خودم میبرم. نظام نامه بوده است. اصول بوده است. راهی راست بوده است. ای قاتل چی راستی چی؟
رفیق کمیسر، این خانم ادوکت شخصی گمانبر شده دیروزا. الا گنگور ادوکت جلال برسوین. حالا مهمانمون نجیب سردار پرسش میگذاراند. از این حادثه یکون چیز در یادت مانده است؟ نجیب جان، بعدی با نفقه بر اومدنم خاطره هم نیز خراب گشت. مخصوصا چیزهای نو رو آمیخته میکنم. بعضم چیزی 20 سال پیش گذشته رو پرس بیاد میارم، لیکن دیروز چی خوردم پرس بیادم نمیاید. فهمو. اما یعنی دیشب پیش از فریاد زنی ها صداهای کشو کش آمد با گوشم. دیداد رو بیاد آورده میتوانی؟ نه، تنها شنیدم. رفیق سردار، ادوکت این شخص آمد. سلام، ایلا گونگور، ادوکت جناب جلالم. حضور، از اداره تعیین شده؟ نه، من ادوکت مخصوصی جناب جلال. حمایت شونده هم حقوق همیش نشستن رو دارد. جلال اکا با شما زوراوری نمودن مگر؟ با من نگارید، اگر هنگامی پرسیش به حمایت شونده هم زوراوری نموده باشد، من شما رو با محکمه میکشم. نه ایلا، چیزی نیست. تنها یک نفهمگی خورده. جلال اکا. گفتگی هم برین ایلا، چیزی نیست. با نجیب امیر شینوس کنم، پیشتر همکار و رفیقم. از شینوس آیش شدم. سلام ایلا، تو حال یکون مشکلی نیست؟ جلال اکا، من از پای کاری شما هستم، با پولیس یکون معلومو دادنتون شرط نیست. مایلاش ایلا، تو رفتن گیر. جلال جان، ادوکت شخصی داشتند رو نمیدانستم. من هم. آفرین. آفرین، دفترم رو چرا دروندی؟ باز کدوم دفتر؟ خاطره هایم این رو بین. چیکار کرده ای صدایی؟ بازی دارم. اصلا تو چیکار کرده ای صدایی؟ چیزای شخصیم رو میرسیو؟ اینش بس نبوده باز دفتر خاطره رو دروندی، باز صحیفه از همه مهمش رو. من نکردم اپا. نه نه، قسم نخور. او قسم نخورم. قسم نخور، باور نمیکنم. ای اپا. ای گب نزن. انا این اکسایی که از جای حادثه برداشته شد، شتابری که میبینید فرش پر از داغ خون است. نیازی، همون پای پای در کجا بود؟ از درون حاجتخانه سر میشد تا بیرون میبرآمد. تفتیش کردید؟ پراکرور لازم ندانست. این پای پای ها از کیان؟ نیازی، برایش یک تشخیص آماده ساز. خوب سردار، اصل هایش در کمپیوتری من هست. شد، میتوانی روی. ای 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 ای، کنی جونکم، کنی فوتی هکم، کنی یک تو یکم کشو دهونت رو. ای خوزیر میکفم که روز نمیخورد این کودک، خب هم نمیکند. چکور میکنیم؟ شکمش بود داشته گیست. نه بود، از کجا؟ دو ساعت از لولو میکنیم، چیزی نکرده از بود از کجا؟ اگر خواهید بمانده یک من یک سنجم چی؟ وای 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 وای، چیکار کنیم؟ چه بابام یکون چی گوید؟ وقتی کامپیوتر بازی کردنم خلال نرسونم. باید خلال رسوند، کمتر درس هم تیار کن. درس های رو کردم، بخیلی میکنم. حاضر با تو بند شده نمیتوانم، بینتون چیزی باشد خودتون حل کنید. یو جونکم گیر. اوف، مثلی تو میجری با یک دیگر خلال میرسونم. جونکی من کنی دمونت رو کشو کشو. ای نمیخورد این کودک. اپا من هم یک بینم می شود. کنی تو یک بار گیر؟ بیار. آیسته آیسته، انا همین خیل. انا آها آیسته. جای حادثه رو بنامار گرفتن؟ امروز یکشنبه کو، شاید مسئول نامده باشم. وای سردار، مقتول یعنی زنی مردگی، درباره شخصی گمانبر همیشه شکایت میکرده است.
از اون که ناراحت میکرده است. حتی یک چند بار در بازار دادو وای برداشت و زوری میکند گفته. بعد؟ بعد؟ یعنی یکی از شبهه های مهم در باره گمانبر همین است. گمانبر جلال برسیوین مقتول را تجاوز میکرده است. غلبه تو سفسطه یا تهمت نبودنش از کجا میدونیم؟ یعنی مقتول یک بار به شبهه ملیسا شکایت کرده است. خیرش همین قدر سردار. این زن در اینجا چی کار میکرد؟ در کدام یک دکان فروشنده بوده است. همان روز در آبرو بسیار شده است. صورت های پیش نیاز شده گواهند که پیش از آنها کسی در آمده نمیتوانیست، حتی ما نیست. یعنی این ایزی پایه ها پراکرور و پلیس نامده پیشتر نیست بودند. سلام. و علیکم سلام. رانا تو کبوترهای خورده خبر رسونک داریم اگر؟ یک زاغه دارم، لیکن خبر رسون به حساب نمی رود. تنها زاغه یک راو. تو آدم شناس هستی. گواهی دیل یکون پیش روی هست؟ هست. اینجا چیست؟ نمیدانم سردار. لبای آجیل است؟ خوب مالش، حاضر می آیم. می رویم جناب مدیر آجیلان به مجلسی خوزن. هونه رپا ممکن است به دیگر حجره گذارم؟ برای چی؟ ما به حجره نوربانو گذاریم. هنی بیا بیا بیا. نوربانو تو بیرون برا. نوربانو گوشی ها را که مندی نمیشونوی. بیا بیرون برای. رفتیم دخترم، رفتیم رفتیم. انا فوتی هم آروم شد. انا دفتری من ایوهی همون رو از گوشت گیر ترسوندی. او چه باوریم نمیاد. دفترم رو شما درونده. چخیل دفتر نوربانو؟ اوف شما درونده. آخر اینجا طرز خوراکپزی بود. ها ویرا اختای استاد طرز خوراک رو میگفت. من هم سر روسی موار کنده گرفتم. ای از کجا میدونم نوربانو؟ اوف اپا ایلتیموز کمپیوترم رو نرست. بازی رو خریب با اخی رسندم. این چی؟ شکلاتی دستشتر. درونش قلم فور موندگیستی. ای نه مرا ببخشت برین. رو بی از تو صاحب دور نمودم. دفترم رو مدرم درونده است. خیر اشتی؟ با مزه.
سر شد. سر که شد خوابش هم اومد. اوه چه مجلس بود. خوش نیازت را گوش میکنم. پای پایه ها را تفتیش کردم. پای افزالی حجم چل چل یک میپوشد. 60 کیلو وزن دارد. میان خط. مهمش چی؟ با پای پاها دقت کنید، فرق میکنند. بله من حس کردم. چل گویم کمی بترتیب. بله سردار. در وزن راه رویش یک بیرتی است. یعنی پای چپش یا شال یا لنگ است. یعنی شخص زخم دیده. بله. ایسا از حاجت خانه آغاز میفتنم کلی؟ چلی که من میدانم جلال یا چل چار یا چل پنج حجم میپوشد. لنگ پنگ نیست نیست. اینجا چیزی دیگری هست. احتمالیتی هست که پای افزال ها رگان زن دیگری پوشیده باشد. چرا میپوشید؟ هر احتمالیت را فکر کردن لازم. ای کودک بیدار نشود. کمی پیش خوابش برد. غذای کودک را نخورد؟ خوراک کودک را نخورد لیکن گیره را بس کرد. رفیق سر کمیسر با دستتون یکون چیز شد؟ نه چیزی نیست. اگر غذا نخورده باشد پس چیکار کردی؟ با فکرم کودک دویا دار شد. شیرش تمام شده است. برای شیر بیار. نوزان چه خیل شد؟ با اجازت شما من می روم. خوش اینجا چیست؟ انباری چیز چاره رفیق سردار. جایی که فراشان اشیا و لوازماتهایشان را نگاه می دارند. در اینجا چند فراش کار می کند؟ والا بعضی ها را از کار گرفته دیگر ها را به کار قبول می کنند. کار آنقدر پسندیده نیست. مشکل است البته. در آی
نیازی؟ بله سردار. بین حالات جنایت را یافتیم. تو پای انگشتانی در بالای کار را در انبار بوده را گیر. خوب سردار. شامی صادر شدن این جنایت بازار محکم بود؟ بله، در بیانات نیز گفته بودم. زمستان بازار ساعت 7 بسته است. تنها بعضی دوکانها برای حساب کتاب میمانند. مشتری قبول نمی کنند. یعنی دروازه بیرونی بازار محکم بود؟ البته. این تر باشد جنایتکار از تریزه در اون گریخت. نیازی، از تریزه نیز نمونه پای انگشت ها رو گیر. باشد سردار. نبای؟ نجیب سردار. کی؟ این من ایلا خانم. ایلا خانم، بفرمایید. نجیب سردار، با همکاران شخصی در دکان سومکا فروشی مردگی صحبت کردم. بچه های ما نیز بخورده بودند. و من یک معلومات عجایب پیدا نمودم. نمیدونم کارمندان شما این را پی برده باشند. گوش میکنم. با این جانان دختری صحبت کردند. گفت که یک شخصی میانه قده که نه آنقدر آدمی خوب مینمود، بعضاً به دکان آمده یول دوز را ناراحت میکرد. حتی یک روز پیش از واقعه نیز آمده بوده است. بس است. بزور شدم از این کارها. به یکون ویرونکاری این آدم شاید نشدم. چرا تهمت کنم؟ فکردار نشو. تنها گفتگیم را میکنی. رفته به میلیسیا شکایت میکنی که تو را تجاوز کرد. فهمیدی؟ نموشد چی کار کردنم را میدانی؟ مایلش. اون آدم لنگیده لنگیده بر آمده است. میکل؟ این دختر شخصی گفتگیت رو میشناخته است؟ نه، تنها در باره یولدوز یعنی مرده بودنش رو میاندیشد. بعضن به دکان میامده است. ها، در آمدی گپ. هفته آخر در اونجا کار کردنش رو نیز دیده است. الو الو، خدای توبه، خاموش کرد. رفیق سردار، در اینجا کارم تمام شد. با من یک ساعت دیگر اجازت میدهید؟ سلامت باشید. علیکم سلام. سردارمون سلام گفتند. اوه جناب نجیب، بین این قدر کاروبار سلام میفرستاده است. چی گویم؟ علیکم سلام. حلیمه، یکون مشکلی داری؟ بیمار هستی؟ نه، بیمار نیستم. کارهای هر روزه. دارو سردار، خونی در کار بوده از مقتول بوده است. ایزی انگشتا به صدری لنگ منصوب است. نامی اصلیش جلال آزن. جلال؟ بله سردار. اکنون فهمو. توی بیا. در بیاناتی داده شده چی گفت آواز فرادی مقتول گذاشته است؟ درستی بیانات را دیدم برایم، اما شاهد نکن جلال از جلال بر این آوازها را شنیده است. یعنی نام جلال گذاشته نشانید است؟ بله سردار، به همین هم دلیلی از همه مهم آید شخصی گمان بر شده از همینجاست. خطا میکنی. زود در برای همین آدم امری دستگیری را برارید. جلال آزان، نام کوچکی صدری لنگ. من به گفتگوی گمان بر میروم. لیکن سردار، گمان بر شده جلال برسوین یعنی شخصی دستگیر شده کمی پیش از جانب پراکراتور و دادگاه نبادور رمان شد و فکرم دستگیر شده تا سفید کرده شدن به حبس گرفته شد. چی؟ لبه شنیدید نجیب سردار؟ بله ایلا خانم.
الا خانم ما رو چرا خبردار نکردید؟ با شما تلفنی گفتنی بودم که خاموش کردید. به این هم وقتی که با شما زنگ زدم در پراکوراتورا بودم. با شما یک چیز دیگری گفتنی بودم. لیکن حاضر سرم چونان گرنگ است که سوت هنوز آلات جنایت رو نیفته چکل امری دستگیر کنی رو میبرارد. نمیفهمم. سببش به حد شبهنگ نمودنی جلالکه هم است. چرا؟ با سببی از حد زیاد عصبی بودنش از پولیس به نفقه گسیل شدنش رو میدونیست اگستید. تفصیلاتش رو نمیدونم لیکن خبردارم البته. جلال در بسیار کارها قطعی سیر برین است. اولین جزو گرفتنش رو میدونیست هنگامی پولیس بودنش یک سال از کار دور کرده شد. نه نمیدونیستم. بعد از در یک جایگه کار کردنمون شده گیست. چندین سال پیش خیالم نیمه سالهای 92 جلالکه یک جوان تروریست بمبدار رو دستگیر کرده است. جوان تروریست در کجا پنهان کردن جای بمب رو نگفته در جاش استوریگری میکند. در حجره پرسیر جلالکه کمی زیاری به کار میبرد و او رو مجبور میکند که جای بمب رو نشان دهد، زیرا که وقت به نهایت تنگ بوده حیات ده ها نفر آدمان زیر خطر بود. جوان جان سخت جلالکه رو به غضب می آورد و به چیزی نگاه نکرده جای بمب رو نمیگوید و هرچی شده باشد همان روز می شود. جوان تروری سکته دل داشته است و از هیجان زیاد در جایش جان داده است و بعدی سودبازی های زیاد گرفتاری سکته دل بودنی آن جوان معلوم شده است. اما با این نگاه نکرده جلالکه را با مهلت یک سال از کار دور میکنند. از این بدترش چیز میدونید؟ چی شده است؟ از ترکش بمب 6 کس به هلاکت میرسد. تقریبا رسو یک ساعت بعد از پرسیش جلالکه برای اون جوان تروریست و هم برای اون 6 نفری هلاک شده خود را هیچ گاه بخشیده نتوانیست. یک چیز میپرسم، در برای جلال این قدر چیز را از کجا میدونید؟ من ادوکاتش. لابای رانو چیست؟ خواهیم با شما یک سرولای میدیم در اونجا خو میخوریم. گوش دارم. کیت و چی خیلی است؟ از تو همچون یک خاطره نگاهش دارم. مرگو ببخش. پروانا کن، تو وظیفت را اجرا کردی. هم یک نافهمیه به میان آمد. چه خیلی که در تمام آیله داری امان میشد. درموش. نه، برای عبدار کنی نگفتم. برعکس عبدار منم. همیشه یکان کمبودیت را میکفتم، دوغ میزدم، دست میبرداشتم. تو باشی به من ظالم طاقت میکردی. برای چی داشتی به سود مراجعت نمودی؟ عریضه هم این کار را باید زودتر خاتمه دهیم. نه به تو و نه به فرزندمان سزاوار نیستم. فرزندمان برای این را شنیدند باید حبس می شدم. همی خیلی؟ خیر آوک نانا. این باخری آخری نمان باشد. مرا با بخش گفتن نمی توانم، زیرا به این را گفتن رویم نمی شود. اگر یگان روز از دلت گذرد مرا ببخش، اگر نگذرد هم
ارخیب روزنامه ها را دیده بر آمدم. مقصد اساسی هم پیدا کردن معلومات درباره اون که چرا جلال برسوین که پلیس پیش قدم بود پیشکی به نفقه گسیل کرده شد. زیرا از وزارت امنیت در این خصوص یکون معلومات گرفته نتوانستم. خیلی شفتی؟ معلومات درباره ترکش بمب و هلاکت یکچند نفر. آنا، لافای یکی از روزنامه ها رو نسخه برداری کردم. اومدیم. آنا همون خونه. تشکر سردار. بیچارم رو فریب دادم. جوانی خوب و بی‌ضرر بودم و فریب دادم. برایی پدفتید خاله جان آروم شوید پسرتون سکته دل داشته است وی وقت ها خوجه اینم زنده بود به همین هم بچه هم دل کسل داشت در نزدی همون پولیس سکته دل شد خوجه اینم نزدی پولیس رفت جبران پولی خواست دوا کرد پول گرید اما وای پول نصیبش نکرد رفته با قیمور بایدو جبران پولی پیشارش رو پولیس یکون عیب نداشت دخترها از خورسالیش میگفتن که اگر تا 30 سالگیش میزید خیلی خوب حلیما رفیق سردار خوب داری دو رو میخوریم تو بوسید رفیق سردار جلال باشینو سویمون چند وقت شد؟ قریب 20 سال باز 2 سال دیگر در یک جایگی نوبداری کردیم. اما درباره تو بسیار چیزهای نمیدانستگی هم بوده است. همین مسئله جوان بمب ماندگی چی شد؟ قدر چیزی برای نقل نیست در دستم یک جوان در بیرون گوشت شش کس به هلاکت رسید با او مسحی دل کردم خیلی برای خلاص کردن کوشش کردی هرچنده که او تروریست بود وظیفه ما کشتن نیست که نجیب جان زنده ماندن است ترسی من از آن جوان نبود که از بمب ماندگیش بود از شخص اونی که زیر خطر بودند لیکن نشد تقدیر افسوس که از دستم چیزی نامد در مسئله پرونده تو پیشویه شد در بالای آلات جنایت خونی زنی کشته شده یافت شد جنایتکار با نام صدری لنگ مشهور بوده است جلال زن؟ او را میشناسی؟ او را من به حبس گرفته بودم جلال لنگ یا صدری لنگ میگویندش بودم ایلگر یعنی تو را میشناخت؟ چه خیل نمیشناخت؟ حتی او را یک دو بار در بازار دیده بودم و هر حال مانند کرده بودم آنگا اما معلوم شود که او بوده است من در بازار شبانه کار میکنم یک کس را پرسیدم فروش است گفت یک هفته است که روزانه میآید خیلی حیران شدم عجیب یعنی فروش بله شاید جلال منو تو دوستیم هم خیلی؟ البته پس تو یک چیزی میپرسم اما شخصی است ممکن مسئله است که خوشت نآید لیکن پرسیدنم لازم با سبب عصبانیت زیاد به نفقه برآوردند این عصبانیت تو کی پیدا شد؟ بیماری کسبی نجیب جان یعنی چی خیل؟ 13 سال قبل پلیس
جنایت های غیر اخلاقی رو می دیدم. یک خبری فحوش آمد. با یک خانه رفتیم. کسی رو در یک حجره همونو دستگیر کردیم. آدم رو دستگیر کردیم و بعد حجره های خانه رو کفت و کاب نمودیم. یکون زنی هست گفته می دونی که قریب بود که از حجره برایم، ناگهان آوازی شنیدم، آوازی گریه. آواز از جیوان می آمد، درش رو کشودم. و در جیوان دخترچه ای رو دیدم، تقریبا 12-15 ساله بود. زود کشوید. حادثه آشکار بود و یه آدمی بی ناموسی در درون بوده پدری دختر بود و همون دختری خوردکک رو میفروخته است. نجیب جان، بعد از دختر رو به ماشین مونده مسئله رو فهمیدنم راست به خونه در اومدم. پلید کودک خود رو بچی حال افکنده. چرا با او دست برداشتم؟ شاید خواستی خود رو بود. سبیل، نامرد، رزیل، مردار. حیوان، نبکار، حیوان باشرم، حیوان باشرم. آدم بیهوش بود. با من باشد پرونده جنایی کشادند. پیش از این هم با سبب جوانی بمب ماندگی در دفتری اعمالم سیاهی پیدا شده بود. آنها مرا از کار خارج کردند. به این هم چیزی دیگری از دستشان نمی آمد و به نفقه برآوردند. بعد از کار برآمدنم بیکار ماندم. بزنم دست می برداشتگی شدم. کودک ها رو نیز می زدم. به زمین زنم بسیار طاقت کردن نتوانست. از من جدا شد. بعدی جدا شوی هوشم به جویش آمد. به نزدی دکتر یاسب رفتم. از همان وقت است که دارو می خورم. بعد به نماز خانی سر کردم. کاری افتم. در حیاتم یک پایان روی شد. یعنی بعد همین واقعی روی داد. الله که عصبی گفته نام برآوردیم خیر می شود. کسی را عیب دور کرده نمی توانم. بعد از دستگیر شویم داروهایم را خورده نمی توانم. برای همین هم کمی عصبانیم. خفه نشو. استغفر الله. من خیزم، لیکن پیش از خیزن یک چیزی را می پرسم. چی را؟ وی دختره که خور چی شد؟ همون دختره که خلاص کردی به خانه کودکان فرستادن. چه خیلی که می دانم ادوکاتی پیش قدم شده است. سلام، ایدوانگور، ادوکاتی جناب جلالم. حضور، از ادارت هایی؟ نه، من ادوکاتی مخصوصی جناب جلالم. هیمای شبنده هم بخی خومش نشستن رو دارد. یک چیز نیپرسم، در برای جلال اینقدر چیز را از کجا می‌دانید؟ من ادوکاتش. سببش به حد شبهناک نبودنی جلال اکا است. چرا؟ با سببی از حد زیاد عصبی بودنش، از پولیس به نفقه گسیل شدنش را می‌دانید؟ اکنون همش فهمم. او جلال جان، ما رو تمام کردی. انشالله از اینجا می بروی. خواتیر نشو. این بچه چیکار کرده شده باشد؟ الو، یگید. این چی آواز؟ تو در کجایی؟ در کجا؟
تو مرا خواتر ساختی. دست اچکل شد؟ دستم رو بسنجم سردارم. خیر چکل؟ چیزی نیست سردارم. امروز بنوز خبرداری در آمده بودم. یک عکسی حجتی هم بود. از رنگش یک تا براورده کلان کردم. تو چه ها میگویی؟ چکل روز خبرداری؟ تو اثر از این فکرها را دور کن. برای به خود نفرت کردن حق نداری. بر تو اثر از فکر کسافتی را. چشم آدم برای خوبی ها را دیدن آفریده شده است. و همان حادثه و همین خیل نظر کنی. همه چیز را کش دیده کسافت گفته میشینی. و در آخر دیدت خنک شده از خود نیز نفرت پیدا میکنی. حاضر زود به خانه را. دم گیر. کنی چشمم نبیند تو را. دارو سردار، دو خبر دارم. یک ساعت پیش خبری پنهان آمده است. در بازار اوگرنون پاسبان رو مرده یافتند. ای خدا. بله، امروز شخصی با ما حادثه رو نقل کرده. شاهدی که اون رو دیده است. حالا جلال در درون است. این جنایت رو صادر نکرده است. خبری دویم چیست؟ همین آدم صدری لنگ جلال آزم از روی یک خبر دستگیر شده است در نزدیکی بزرگ در حجره پایان لباس هایش خونالود قاتلی پاسبان بر این می نماید کنی بینیم چی؟ بله من کشتم دست است بزرگ شدم از این کارها با یکون بیرون کاری این آدم شاید نشدم چرا تهمت کنم فکردار نشو تنها گفتگیم رو میکنی رفته به ملیسیا شکایت میکنی که تو را تجاوز کرد فهمیدی نباشد چی کار کردنم رو میدانی مایلش با جلال کمیسر نفرت داشتم من از یاد نمیبرارم در محبس خانه تنها با عرض انتقام میزیستم بعدی فراد پیش را یافتم اول با او تهمت کردم مقصدم جلال کمیسر را نیز بحث گرفتار کردم بود کتا کن جنایت را چه صادر نمودی؟ یوزدوز گفته هایم را گوش نمیکرد همیشه رازکار بودنی جلال را تکرار میکرد دیگر او را تهمت نمیکنم گفت سرم ویران شد همانجا کار زدمش فریاد برداشت جلال نکن داری انبار رو چکل کشدی؟ ما رو باهی پیریم کلید را به دست آوردن دو کرد دو و بازار همچو فراش با مدت یک هفته به کار در آمدم بعد از ترزه انبار گرفتی چرا از در نبر آمدی؟ دقت را جلب کردم میتوانست باید زیرکی میکردم لیکن خطا کردم خیالم شما بر اینها خطا میکنید که ما شما را دستگیر میکنیم بیامین هم حتما خطا میکنید آسبان را چی؟ وران است کشتی همی خیلی؟ وقتی که از تو شنیدم دیوانه شدم دیوانه شدی؟ من هم دیوانه شده استودم تو را کشم چی؟ تو کشته نمیتوانی برای چی بوده است؟ تو مثل ما نیستی تو پلیسی برید یعنی شخص به همش قویل شد تنها قویل شوی نیه در دست حالات جنایت صادر کنی و باز دلیل های زیاد دیگر نیز داریم اوه خدایا شکر بخشیش عذر می خواهم اونقدر کار دادم نمایم نه استغفر الله
بعضی احسیات آن راگه هم با پیش می آیند. جلال اکا را دوست می دارم و دوست داشتن می ارزد. اکای حقیقی برین، حتی پدرم برین. یا رفیق سردار، خبرهای تلویزیون رو دیدید مگر؟ بخیر است. یگیت پولوی را در نبور دیده نمیتوانیم. انا گروه نجات هم اومد. با فکرمون اول شخصی در بولو بوده را روزی میکنونن. افسوس همسرتون رو از دست دادیم. یکیدیست شماید محترم سردارم. خود رو بدست گیر، آرام شو. چه ها میگوید سردارم؟ با من نگر، حیات قیمتناک است، ارمغان است که به ما داده شده است. ما آن رو برباد داده نمیتوانیم. اکنون فهمیدم سردارم، شما فکر کردید که من یکان خودکشی میکنم. مگر من وی دفتر رو از همه آخر وقتی که با شما صحبت کرده بودم محکم کردم. اکنون در سرم فکرهای بیتالایی نیست. من تنها برای هوای تازه گرفتن به اینجا برآمدم. بلندی ها را دوست می دارم. نوشیدگی نیستی؟ چخیل نوشیدن سردارم، در حیاتم به دهانم نگرفتم. ناسا مرده است. فاتحه هم یتیمان سردارم، هنوز چیلش نبر اومده یتیمان سردارم. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ها دولت عبیدالله و غیور اشور. کارگردان آواز و تنظیمگر فرخی عبدالرحمن. ترجمان ها نسیم جان تومن و اکمل احسان. محرر غیور اشور. پرودوسر کامل جان سفر. بنخشا آواز داده فیروز عمر، نسای محمد جان، عاطف خاطر، ملاحت عبدالله، محمدی مزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، زهرای حیدر، ناصر حسن، مستوره آرتل، موجوده رجب، شهرت رحمتالله، علی شیر آدنه، مهرنگیز و فرقان. پایان قسم ششم.